درود به شنونده های عزیز برنامه آهنگ زندگی. زیورشاه محمد هستم با برنامه آهنگ زندگی. مای تمام است می زهر به نام است می مای تمام است می زهر به نام است می کپ خرام است می کپ خرام است می مای تمام است می زهر به نام است می کپ و امروز هم در برنامه آهنگ زندگی گروه را داریم با نام پنج لاین. نظرداد عثمانی آوازخوان این گروه و قندیل طایروف پرودوسر گروه پنج لاین. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ صحت سلامت هستید؟ سلامت باشید. خوش آمدید به برنامه آهنگ زندگی. سلامت. این هم یک تیکه آهنگ را از گروه پنج لاین میشنویم و بعدش هم برمیگردیم به صحبت نظرداد و قندیل. شیوه نازش نگر موی درازش نگر ای شیوه نازش نگر موی درازش نگر در نظرت جلوگر کیس شونی نازنی دختر خطلان زمین کیس شونی نازنین لال بدخشان کیس شونی نازنین لال بدخشان. نظرداد مثل که خودت یک آوازخوان هستی که تازه به دنیای آوازخوانی وارد شده، اگر که برای شنونده ها خودت هم معرفی بکنیم که چند وقت شد که آوازخوانی میکنی؟ کودکی سرود میخونم. در خانواده یکون کسی بود که پیروی میکردی و همین مهری صنعت و موسیقی را به دل تو جا کرد؟ کی بود؟ من هنوز طلبه مکتب بودم، آوازخوانی میکردم و در خانه هم باشد بابام بابایت با رباب رباب آوازخوانی میکرد و این... من کودک بودم، ممکن ای وقتی همین که وای زمزمه میکرد من چخیل میگم که طبیعتاً میشد. من کودکی گوش میکردم، گوش میگم خودم شوق پیدا میکردم با موسیقی. اوستا ای مکتب خونی موسیقی را خودم هم میخوندم، نوختم اوستا اومدم اینه تو آزیرم خونده است. اما همون رباب بدخشانی که بابات مینوخت اون نوخته میتوانی؟ کم کم میتونم. از اون گیتار بهتر مینوزی؟ بله. چگونه شد که به دانشکده هنرهای زیبا اومدی؟ پیشنهاد یگان کس نبود، اما زید بود که من با این کور میرم، با این رویه میرم که همه زید بودن که نروی. پدر مادر شما میخواستن که این نظرداد چی؟ یگان چی دیگر میشم، موزیکان نشو، در کار نیست. من خودم آمدم و اینجا داخل شدم، خوندم، اولی هم کور کردست. در خانواده پدر مادر یا که برادر به دنیای موسیقی هیچ ربط نداره؟ فقط من یک. اولین سرودی که خودت اجرا کردی کدام سرود بود؟ اولین سرود که ثبت شد همون سرود لیلای اوزر شنونده ها گوش کردستم و اینترنت پرتابتگی همون سرود لیلا. سرود لیلا و گفتم که سخنو را ای خلق گرفتگیم و آهنگ یک جای با گروه پنج لاین ساختیم. پیشنهاد میکنم میشنویم آهنگ لیلا رو و بعدش هم برمیگردیم با ادامه صحبتمون با گروه پنج لاین. بود آهنگ لیلا از گروه پنج لاین. قندیل، چرا دیگه این گروه پنج لاین نام گرفتین؟ پیشنهادی کی بود؟ یعنی که پنج لاین، پنج رویه، پنج راه، پنج هرچی بوده میتوند این پنج لاین، پنج چی؟ سلام عرض میدارم به تمام شنوندگان رادیوی تاجیکستان که امروز ما را گوش کرده سادن و تشکری به شما میکنیم که ما را امروز دعوت کردیم به این تالار زیبا، به این استودیا. و برمیگردیم به سوال شما.
گروه پنج لاین در یک جایگی ما تصمیم گرفتیم و نامگذاری کردیم او را پنج لاین، به خاطر آنه که یعنی پنج رویه، چه خیلی که شما گفتیم پنج رویه، پنج راه، پنج اصولی سرودخانی، پنج نفری که در آغاز این کار را شروع کردن، یعنی هر کار و هر چیزی که میتونه باشد در دایره پنج باشد و رقم پنج این رقم دوست داشتنی در بین ما بود و ما هم انتخاب کردیم نام را به نام پنج لاین. این رقم پنج از مکتب خانی دوست میداشتیم؟ بله بله. در دانشگاه هم؟ در دانشگاه در همه جا رقم پنج من دوست میداشتم و همیشه تلاش میکردم به خاطر پنج، نه به خاطر خانیش و به دیگه میومد خودش. اما این پنج با دشواری به دست میبیاد به نهایت بدست. هم در مکتب خانی و هم در موسیقی هم با دشواری و موسیقی ما تو حاضر همینقدر مثلا نظر داد تلاش میکند همراه گروه پنج لاین تلاش میکنیم در یک جایگی هیچ به خودمون بهای پنج نمونده متاسفانه. خب تو حاضر تو امروز نگفتیم که واه همین خوب است، چون تلاش میکنیم همه وقت کوشش کرده باشیم همون با پنج به دست بیاریم. در دانشگاه به دست اومد، در مکتب میانه به دست اومد، اما در راه موسیقی خیلی و خیلی دشوار است. در مکتب میانه 10 سال تلاش کرده که این پنج به دست میاری، در دانشگاه باز 5 سال دیگه تلاش کرده، اما در دنیای موسیقی شاید که بیشتر وقت بخواد. اما یک چیز دیگری را در صحبت قبلی با شما وقتی که صحبت داشتیم برایم گفتی که پنج رویه موسیقی هم هست، میشد که همون پنج رویه موسیقی را نامبر بکنی که گروه پنج لاین همچنان ربط میگیرد به همین پنج سبک موسیقی که در مورد آنها نظر داد صحبت کرده بود، یعنی که پنج لاین با پنج سبک موسیقی ربط میگیرد. اینها کدام سبک های موسیقی هستند؟ نو سبک های رویه های روک، بلیوز، جاز، فولکلور، استرا. خب همه اینها را شما با هم آمیزش میدید یا که نه هر کدامش علاوه علاوه اجرا میشه؟ شما با همه اینا ما آمیزش میدیم با هستن فیوژن استیل ما هستن نو فیوژن ما یک سرود در یک سرود در بینش ام بلیوز است، ام فلک است، ام استرا است، ام چه آمیخته کرده حتی فلک هم هست. حتی فلک هم هست. همین گونه همین گونه آهنگ دارید که دارم. داخلش فلک باشد. دارم تیار شده است به نزدیکی شلو میبرم. سر سه قامتش خوش را با صورتش هی سر سه قامتش خوش را با صورتش دل تپد اساسرتش کیس چونی نازنین دختر رشتان زمین کیس چونی نازنین لاله بدخشان کیس چونی نازنین لاله بدخشان کیس چونی نازنین لاله بدخشان بدخشان از گروه پنج لاین در مهمانی برنامه آهنگ زندگی. امروز بچه ها با ما هستند. نظر داد گروهی که همراه خودت هستند، همه اونها مثل خودت بچه های جوان هستند، هم سبقای خودت هستند، دوستای خودت هستند و یا که موسیقی نوازان حرفه‌ای هستند که به واسطه کارشان فقط موسیقی است یا که نه روزانه یگان جای دیگه کار میکنن و بعد در وقتهای خالیگی همراه خودت موسیقی مینوازن، چگونه است؟ این گروه ما همین خیلی که ما 4 سال شد فعالیت داریم، 4 سال دامن 4 تا گروه ایواز میکردم که ادمو میبینن طاقت نمیکنه، این کور خیلی قینای مشق کنی هم قینای و کور کنی هم قینای، اما ما زنده می نوازیم زنده می خونیم. اینا 4 سال شد که فعالیت داریم، 4 سال ده گروه الیش کرده هستیم، یعنی که بچه‌ها میبیان میبیان میرن میبیان میرن اوزرم همین خیلی ادمایی که من جمع میکنم کجای ده برآمد داریم فراد میکنم برآمد میکنیم بو میره ای کور خود. موسیقی نوازانی که دائمی همراه خودت باشن هنوز هنوز نیستن، بله ان شاء الله میشوند به نزدیکی. ما نیت داریم که موسیقی نوازان بیابیم که همیشه در بر ما باشه. بله موسیقی نوازان
بیابید که به پول خطی شما کار کنند. این گونه موسیقی نواز نیست در دنیا. همه اونها پول میخواهند، همه اونها میخواهند که یک درآمد داشته باشند. و تا اونه که این آهنگ های گروه پنج لاین میانی مردم بیشتر تشویق شود، میانی مردم بیشتر ترغیب شود و علاقمندای خودش را پیدا کند، به دلی هزارها مخلصان در سراسر دنیا و در تاجیکستان در همه جا دیگه راه یافت، در اون حالت این گروه شما دیگه کامل میشود و در اون حالت دیگه شاید که سفرهای هنری پیش میبیاد. اما تخصص اصلی شما چی است؟ هر دوی شما فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا هستید در بخش اکتیوری هنرپیشه. بله، ما تا 5 سال همچون هنرپیشه فکولته تئاتر بدی و شعبه اکتیوری دراما و کینو رو ختم کردیم. خوب. و یعنی بگیریم که دیگه ما هنرمند هستیم. و برای چی، اگر که ازیر سوال شود که برای چی ماز مثلا این پرودوسری رو شما انتخاب کردین، چون این بخشی که امروز مشکلی های زیاده داره در تاجیکستان، یعنی همین بخش خیلی و خیلی ملنگت پرودوسری از تصوری من و فکر میکنم از مشاهده هم امروز میبینیم که خیلی و خیلی مشکل داریم در این، چی در صحه کینو، چی در صحه موسیقی و چی در کدام صحه که نباشد، خیلی و خیلی همین بخشی پرودوسری ما مشکل دارد. و امروز من از هنرمندی دست نکشیدم، در برابر هنرمندی همین راه رو انتخاب کردم تا اینکه تا جای لااقل همراهی گروه پنج لاین ما توانسته باشیم تا جای موفق باشیم. گفتی که من از هنرپیشگی دست نکشیدم، پس با کدام تئاتر تاجیکستان همکاری داری؟ من با مؤسسه دولتی تاجیک فیلم همکاری دارم. خوب. و بسیاری وقت ما زیاد در سینما بند هستیم و کارهای سینمایی زیاد میکنیم و همکاری داریم با مؤسسه دولتی تاجیک فیلم. خب، نظر داد شما هم همین گونه یا که شما یکون کاری دیگری را انجام میدید؟ نه، من یکون کار دیگر نمیکردم، فقط موسیقی آوازخوانی فقط در همین چی بندم. و یک نقطه دیگر ما باید در برای نظر گفته باشم، نظر داد حتی موسیقی همونقدر در قلبی او جا شده اگه است که و همونقدر ما نظر دادم خواندم که از کارش و از همون تایی تقریبا 10 سال میشد، زیاده از 9 سال شد که ما بشونستیم هم دیگر، خیلی و خیلی یک همون کسلی میگن دیره دیگه، هیچ گفته نمیشه بجز موسیقی دیگر چیزه یکم درجه در اون نیست. خب، خانواده ندارد؟ همسر هنوز ندارد؟ همسر دارد، فرزند دارد، خانواده، همه چی دارد این نفر، اما در جای اول برای این موسیقی میستد، نه حتی هنرمندیه که تای 5 سال او طاقت نکرد. برای چی طاقت نکرد؟ چون مشکلی های زیاده داشت، با موسیقی زیاد بند میشد و همین او رو وادار ساخت که تا آخر نرسان دانشکده را. متاسفانه باشد یا اینکه خوشبختانه، آینده او را ما روشن میبینم در انتخاب خودش، در همون درد خودش. ولی معمولا همین گونه افرادی که یک درد بیدوای دارن، اونها به یک جای میرسند و خدا کند که این دردی که امروز نظر دارد، نظر داد عثمانی دارد، آوازخوان جوان تاجیک، اون را او را به یک خوله برساند. و آهنگ دیگری را میشنویم از نظر داد عثمانی از گروه پنج لاین، که شعر این آهنگ را شاعر توانا، شاعر برومند تاجیک میرزا تورسون‌زاده نوشته و اسم این شعر هم هست جان شیرین. میشنویم. جان شیرین این قدر جنگم مکن، اینقدر بهوده دل تنگم مکن، گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت با پرواز آمدم. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بهوده دل تنگم مکن، گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت با پرواز آمدم. آهنگ زیبای جان شیرین بود از نظرداد عثمانی، آوازخوان گروه پنج لاین، در مهمانی برنامه آهنگ زندگی امروز با ما هستند. نظرداد، زیادی از آهنگ هایی که ما امروز در برنامه شنیدیم و تا امروز هم خودت در مورد آنها صحبت کردی، گفتی که موسیقی آنها را اکثرا خودم ایجاد میکنم. در کدام لحظه ها بیشتر تو الهام ایجاد موسیقی برات پیدا میشود؟ صبح هست، شام هست، یا که نمیدونم که وقتی که در تنهایی هستی، وقتی که یگانجا سفر میروی، در اون لحظه ایجاد موسیقی بیشتر برات دست میدهد؟ این لحظه بسیارتر شب میشود.
و خیلی یک خیلی روز دارم میشد، سفر دارم میشد. از تکرار موسیقی ها نمیترسی که یک موسیقی تکرار باز یک موسیقی های دیگری باشد، یا که نه همیشه اندیشه های تازه در ذهنت هست، همیشه یک ایده تازه داری؟ بسیار میترسم ای سرودایی که تکرار شون با دیگر حافظه مونن باشن، بسیار میترسم ای که بسیار تا سرودا دارم که کم اکک مونن من او را نمیخونم که این موننده ایده این موننده. اما از دیگر آهنگساز هنوز یگان سرود نخوندی؟ نه نخوندم، مادام اقونیسا که ای دیگر ای سرود دیگر کس خونم. ایجادکاری هستی که اون کاری هستم که خودم میخوام که چیز درون خود دارم، چیز او را برارم که من کیم، من خود نشونتیم. هدف سرودهای چی است؟ بیشتر میخوای که پیام برسانی، یک مقصدت بگویی توسط همون آهنگ؟ وقتی که آهنگ عشقی هست درد دو عاشق میخوای که قصه بکنی، یا که آهنگ های اجتماعی هستن که درد جامعه را میخوای که بگویی، یک پرابلمی که امروز در مشکلاتی که ما داریم توسط سرودت میخوای که اونا برسانی، هدف چی است؟ هستن سرودهای وای برای وای او برای عاشقیان، من میخوام که برای دو دل داده هستن، برای دو دل داده خون هستن سرودهایی که برای زندگی ان هر خیلن. از میان این آوازخوان هایی که امروز هستن، نمیدونم که چی در تاجیکستان هستن چی در خارج هستن، کی را بیشتر دوست میداری، کدام آهنگ را دوست داری گوش می؟ من حافظای تاجیکستان البته استاد دلیر نظرو دوست میدارم، گوش میکنم. با هستن بسیار حافظو، اوستو، گروه شمس، گروه پرم، گروه زفر، اما حافظایی که فقط زنده میخونن من وایو را بسیارتر گوش میکنم، بسیارتر حرمت میکنم و سرودای وایو را فقط گوش میکنم. تا امروز علکه چند آهنگ داری که میتوانی اونها را با پیدا شدن مبلغ و برطرف شدن مشکلات مالی این آهنگ ها را ثبت کنی؟ چند سرودهای آماده داری که اگر پول باشد اونها را ثبت بکنی؟ چقدر هستند آهنگ ها؟ ممکن باشن یک 30-40 تا هستند، ولی تیار شده هستند، فقط وقت در کورای، مبلغ در کورای، بسیار چیزا در کورن که یورا تیار کنه. چند سرود علکه ثبت شده آماده داری چقدر هستند هستن؟ پورا تیار نشده، اما پورا تیار شدگی شب پورا تیار شده فقط 4-5 تا داریم تمام. اوستا خدا خواد همین 2020 خطی به انجام میرسونه. تو امروز بوده که در یگان برنامه های کنسرتی میونی مردم شرکت کرده باشین، آوازخوانی کرده باشین، کجاها برآمد داشتین؟ بسیار ما برآمد داشتیم، این کنسرتو چه خیمه گالا کنسرتو میشن، ما را دعوت میکنن در شهر دوشنبه. در شهر دوشنبه بسیار شد، با در فستیوال ها هم اشتراک کردیم، کنکورس هم اشتراک کردیم. جهانی به بقا خواهی خواهی میروی، از بین خش و اقربا خواهی نخواهی میروی، سوده ندارد سیم و زر، از راه شیطان کن حذر، شاهزاده باشی اما اگر خواهی نخواهی میروی. خودت هست، برای یک جوانی که تازه میخواهد که به دنیای آوازخوانی وارد شود، معمولا میگویند که دنیای شو بیزنس خیلی یک دنیای بی‌رحم است و اگر یک کمی سستر بیایی مثل که زیر پای حیوانات بزرگ خودت پخش میکنند، باید که یک کمی قوی تر باشی، باید که یک کمی با جرأت تر باشی، همین گونه هست. دشوار است برای یک جوانی که خودش وارد همین پنج لاین کند و وارد همین جریان کند و از خودش آواز بلند کند که در این دنیا منم هستم، به خودشم توجه جلب بکند. سخت بود نه؟ خیلی سخت. خیلی سوال سخت نبود، اما جوابش دشوار، جوابش دشوار است. چون که واقعا برای یک جوان علل خصوص در شرایط امروز خیلی و خیلی مشکل است. مشکل از کدام لحاظ؟ مشکل از لحاظ یعنی تا یگان نقطه میخواستگی برآمدن شخصیت، مثلا از قبل که حاضر دیگر که گپ سری پنج لاین رفته شده است مهمه، یعنی از تجربه همون چند ساله که هم روی پنج لاین کار کرده استیم، همون قطعی دیگه ما میتونیم حرف بزنیم. چون زیاد شنونده هستن شاید شنوا و گفته باشند که مثلا امکانات زیاد است اما شما نمیدونید، اینم بودنش ممکن. اما از همین تجربه
کارهای 4 ساله که ما پشت همین ثبت و پشت همین کارهای 5 لاین گشته ایستادیم. هدفی که ما داریم، هدفی که گروه 5 لاین دارد، گروه 5 لاین فکر میکنم واقعا مشکل است، واقعا هم در شو برنامه های امروزه کمتر مشکلی دارد، چون فرق میکنه از دیگر. به همون خاطر مثلا زیاد جاهایی که پیشنهاد میکنیم، زیاد جاهایی که هست یا که دست نرسن یا اینکه طلبات ما در جواب نیست. منظورت برنامه های تلویزیونی، منظورت رادیوها، برنامه های تلویزیونی یا اینکه رادیوها یا دیگر و دیگر چیزا، اینا در همون بخش داخل میشوند که یا دست نرسی داریم در نظر دارن. دست نرسی به معنی که تا اونجا برآمدن باید گروه 5 لاین را کسی شناخته باشد و کسی دانسته باشد. گروه 5 لاین که زنده میخواند و جاهایی که زیاد میبرویند، این گروه هایی که یکچین هستند، مثلا یک نفر میتونه که ثبت کنه یک چیزه و مثلا در دوام یک ماه و ماه دوم میتونه که رفته هر کجایی که خواست برآمد کنه. متاسفانه گروه 5 لاین این گونه نیست. گروه 5 لاین یک سرود، مثلا تایی 5 سال است که ما سرود جان شیرین دور نمیریم. جان شیرین اولین بار صدا دادنش در کینه فستیوال نوسو سال 2016 بود، تصور کنید، و امسال ثبت شد. این زیاد مشکل های زیاد دارد که میگن برای چی بیان تلویزیون رو دعوت میکردن، تلویزیون به جز زنده چیزی نیست. و همین مشکل ها هست که امروز کمی، یعنی تلویزیون های ما امروز امکان ثبت زنده موسیقی را ندارند. یعنی که اونا وقتی که شما میگی که بچا ما زنده میخونه، اونا میگن که نه، ما فقط فنگرام قبول میکنیم. متاسفانه یعنی هستند زیاد تلویزیون که همین گپا میگن. شاید شما زیادتر بدونین، یعنی شما همین مشکل دارین؟ نه، من که این مشکل ندارم و خود همین لحظه هم من حاضر از نظرداد عثمانی خواهش میکنم که به طور زنده برای شنونده های برنامه آهنگ زندگی یک آهنگ را اجرا بکنه، تا که بدانند که ما نوابسته از اونه که بچه ها ثبت دارن، نوابسته از اونه که این آهنگ زنده است یا که ثبت اون هست، براحتی در این استودیو میتونه که اجرا بکنه. ای کاش، سلامت باشه، بهترین است. خب حالا هم یک آهنگ زنده را میشنویم و نظردادم گیتارش به دست گرفت، آهنگ را اجرا میکند، سنگین دل، و خدا کند که این سنگین دل ها کمتر باشد. من دوش دیدم سریده اندر جمالی دل بره، سنگین دل، لالی لبه، لالی لبه، دیدم سریدی اندر جمالی دلبره، سنگین دل، لالی لبه، لالی لبه، سنگین دل، لالی لبه، لالی پیشی چونان جانانه اسی مزدر گوید کسی، پیشی چونان سیمین بره، سنگین دل، لالی لبه، لالی لبه، آفرین، دست شما درد نکند. آهنگ سنگین دل بود از نظرداد عثمانی، آوازخوانی گروه 5 لاین در مهمونی برنامه آهنگ زندگی با ما بودن. این سنگین دل شعر موسیقیش از کی است؟ شعر از رومی است، آهنگ ای خودم. مثل که رومی یک رفیق شما است، یک دوستی، دوستی با وفای هست که همیشه با خودت هست. وقتی که در تنهایی نشینی کتابش میگیری، ورق میزنی و با رومی صحبت میکنی و چقچق میکنی و یک شعرش برات میگه که نظر
قرارداد. همینا بیا با هم میخونیم و خودت هم دیگه مست و لیلا و شیدا شده، مثل که در بعضی وقتها رومی خودش موسیقی را براش پیشنهاد میکند، نه؟ همین گونه میگه، نه؟ سرودهای هستن که وقتی که با بچه‌ها صحبت میکنم میگه که خب من این موسیقی را نساختم، وقتی که من همین شعر را گرفتم همین موسیقی با خودش بود، وقتی که من همین شعر را خواندم همین موسیقی با خودش بود، فقط من اون را یافت. یعنی که این گونه است، یعنی که من خودم از زیاد اذیت نکردم، من زیاد دیگه روش فشار نآوردم، کار نکردم، شب‌های بی‌خوابی نکشیدم، همین تو دیگه گیتار رو گرفتم و نواختم و همین آهنگ پیدا شد. همون است که دیگه اون پیشنهاد شما خیلی هم هستن. بله. اصلا سرود میگیری گیتار و همو آهنگ خودش آمد. اصلا سرودی که ماها و سالها طول میکشد. اما نظر داد ببین که خودت از یک منطقه کوهستانی تاجیکستان، از بدخشان تاجیکستان اومدی و اون منطقه خصوصیت های موسیقی خاصی خودش دارد. این آهنگ های محلی و مردمی خیلی متنوع و زیبا دارد. این آهنگ های مردمی را بعضن اجرا میکنی؟ بعضن اجرا میکنیم البته. در موسیقی های استرادی خودت همون سبک موسیقی محلی هست؟ هست، همه خیلی سرود کی سبکی همین محلی فلک هایی که جو کرده، همونه که در بارش ده بار گفته که ما اونا نشنیدیم، همون آهنگی که هنوز پیدا نشده است. میشنویم این آهنگم. مستی نازی ما ای دوست یلای بردی دل ما رانوی من، مستی نازی ما ای دوست یلای بردی دل ما در شور زمین گلی سمن بسیار است، در شور زمین گلی سمن بسیار است، در شور زمین، در شور زمین آفرین. و این آهنگ مرا به یاد یک آهنگ خیلی 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 قدیمی هم انداخت، آهنگ قدیمی و مردمی که با سازهای محلی و مردمی با رباب و دف اجرا شده بود و خدا کند که وقتی که این آهنگ با تکمیل کامل اگر اجرا شود تمام سازهای موسیقی دیگه در اینجا باشد، اسبابهای ضربی اینجا باشد، اونقدر آهنگ متنوع و زیبای خواهد بود که حتما دیگه به دل هزارها علاقمندان راه می‌یابد این آهنگ. آفرین. نظر داد ما شروع کرده بودیم از اون آهنگ های محلی و مردمی و از میان این آوازخوان هایی که در بدخشان هستند، آوازخوان های سنتی، آوازخوان هایی که با دف و رباب میخوانند، اونها به همین سبکی که خودت داری اونها چی میگن که نه این برای ما بیگانه است، یا که نه در عصر 21 ما حتما باید که یک موسیقی متنوع، موسیقی که ما را دیگه تواند که به دنیای غرب آشنا بکند داشته باشیم؟ راستی گپ تو ازر دوچور نشدم همین به همین گپو. خیلی هستن آدم ها میگوین که خیلی نگفتن که تو نخونی را بزه بایی میدانم که معقول نیسته. بله. گوش نکرده استن. هستن آدم هایی که معقول های گوش میکنن با میگن که زور های
شروع خواندن گیر هستند، آدمایی که گوش نمیکنند تماما این استیلی که ما داریم. سفرهای هنری تا امروز نداشتید یگان جا با گروه؟ با فقط در داخل تاجیکستان داشتیم و بیرون از تاجیکستان نداشتیم سفر. اما امکاناتی که امروز اینترنت در دست ما میگذارد، با پخش کردن یک ویدیو میوزیک شما، با یک نماهنگ شما در شبکه یوتیوب، امکانی که هزارها علاقمندان شما در مسکو باشند، در امریکا باشند، اون علاقه میبینند، نظرهاشون می نویسند اونجا، فکرشون می نویسند که خوب است بد است، چی میگن این علاقمندای شما؟ راستی حاضر اگر که تعریف نشود، خدا رو شکر که خیلی زیادن اون نظرهای مثبت، که اون فکرایی که مثلا در صفحه های اینترنتی میبینند، خیلی نظرهای مثبت زیاد داریم و همون بهای پنج که ما تا امروز ندادیم، بله، فقط شنونده های ما میتیان، بله، فقط همون مخلصای گروه پنج لاین هستند که همونو دادگی هستند که عالی است، بهترین است، خدا کنه که زیادتر شود و همین گپا شما رو بیشتر دلگرم میکنه. بله بله، و همین گپا امید میبخشه برای ما که تا کارمون ادامه داده باشه. ایار کمر سیما، ایار پری رخزار، آواز تو جانم زاد، داروز ماشین اسپا. ایار کمر سیما، ایار پری رخزار، آواز تو جانم زاد، داروز ماشین اسپا. چی برنامه‌های دارید، چه آرزوهایی در دل دارید که می‌خواهید که این آرزوهای شما در سال 2020 عملی شوند؟ در برای خودتون یگان نقشه کاری دارید؟ البته که یگان انسان بی‌نقشه نمی‌شود، برنامه‌ای هست، برنامه‌ای هست، عمر باشد، وقت باشد، سلامتی باشد، هر یک انسان در خودش یک نقشه‌ای دارد و ما نیز در برابر همین انسان‌ها یک نقشه داریم در دایره همون سال‌های آینده، علی‌خصوص در سال 2020 که توانسته باشیم همین گروه را یکمین، یعنی خواهش و یکمین آرزومون همین است که توانسته باشیم همین گروه را از همین بحران اقتصادی برآورده باشیم. باید همون گفتی شما که تلاش که باید کرد، امروز خیلی امکانیت ها زیاد است و سال 2020 خدا کنه که سال پربرار این گروه باشد و سال باشد که ما همون آرزوهایی که داریم در دل، یعنی از قبیل چی، از قبیل اون که ما باید نکمتر از یک سفر خارجی داشته باشیم در برابر این سال، باید که آلبوم اولین خود را پیشکشی شنونده ها و مخلصای خود گردانیم و اگر امکانیت به ما دست دهد، خدا خواسته باشد، کنسرت اولینی این گروه پیشکشی مخلصاش میگه. بگذار که کنسرت کوچک هم باشد، بگذار، اما برنامه کنسرت خود شما، بله، باشد، موفق، بله، باشید. و منم آرزو میکنم که اون درختی که شما پنج سال اون شنوندید، این سال 2020 دیگه بارور شود و شما شهد میوه های این درخت چشیده باشید. و همینجا هم یک آهنگ ستمگری را میشنویم و بازم برمیگردیم با ادامه صحبتمون. ستمگره که سلامش نمیتوانم گفت، الو که اویم و نامش نمیتوانم. تشکر میکنیم از بچه هایی که امروز در مهمانی برنامه آهنگ زندگی با ما بودند، گروه پنج لاین. امروز آوازخوان این گروه نظرداد عثمانی و قندیل طایروف، پرودوسر گروه پنج لاین با ما بودند و خدا کند که بچه ها موفق باشند، سال با برار رو براشون آرزو میکنیم. سلامت باشید، زنده باشید. سلامت، سلامت باشید. تشکر. سشار خبر افتا، ای مردم آشفتا، بیدار شد خفته، تا روز ماشین اسبا. بیدار شد خفته، کوچون بزنه تاله، در کو کنند رخنه، تا روز ماشین اسبا. ایار کمر سیما، ایار پری رخزار، آواز تو جان افزار، تا روز ماشین اسپا. ایار کمر سیما، ایار پری رخزار، آواز تو جان افزار، تا روز ماشین اسپا، تا روز ماشین اسپا.
از کف دست آید نه از دم مست آید با نه همه پست آید با روز ماشین از پا دف از کف دست آید نه از دم مست آید با نه همه پست آید تا روز ماشین از پا ایاری کمر سیما ایار پری رخزار آواز تو جان افزا تا روز ماشین از پا ایار کمر سیما ایار پری رخزار آواز تو جان افزا تا روز ماشین از پا